سلام دکتر سنای عزیز، خوب هستی برار؟ سلام داشته گلم، عالیم قربونت. چه خبرها؟ چی شده؟ برار مو یکی از رفیقام هست، خیلی معتاد زار رفته. یعنی ما قبلا با هم دیگه مزدم، الان که ما گذاشتم کنار او هنوز داره مزنه، گل مزنه، ترار مزنه، متار مزنه، هر چی هم بهش میگم بیا ترک کنه، جزی که بیشتر روی مو گارد میگیره، بیشتر عصبی تر مره، هیچی دیگه نداره. به نظر تو ما چی کار کنم که این رفیقم ترک کنه؟ خیلی رفیقم برم مهمه. داداش به نظر من تو نمیتونی هیچ کاری کنی که رفیقت ترک کنه. به نظر من بهترین راه اینه که باهاش کنار بیای. یعنی واقعا دکتر جان تو میگی ما هیچ کار نمیتونم بکنم؟ آخه این رفیق مثل داداش مهمو دارم براش جوش میزنم. اگه میشه یک پستی بساز بگو چجوری ما یک کار کنیم که دیگرانه بتونیم ترک بدم. کسایی که برامون مهمن، کسایی که جوش شانه میزنه، مثل بابام، مثل داداشم، مثل برارم، مثل رفیقم، مثل دوست پسرم، مثل دوست دخترم، مو دارم زجر کشیدنش میبینم و زجر کشیدن او مسلمه باعث زجر کشیدن مو میشه. واقعا به نظرمون نیاز یک پستی بسازی در موردش. حتما رفیق، اصلا امروز اینجام تا هم به تو بگم هم به گلای تو خونه که آیا ما میتونیم کمک کنیم که یکی ترک کنه یا نه. در ادامه با من باشید. برو که بریم. یو یو یو، سلام سلاتین، دکتر سنا اینجاست و خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. خیلی ممنون از این که لایک نمی کنید و زنگوله رو نمی زنید و اینستا رو فالو نمی کنید و از اینجور مسائل. سلاتین، ایده این پست از اینجای اومد که خیلیاتون توی دایرکت میایین میگین که آقا من دوست پسرم مصرف میکنه. اصلا بعضیا که واقعا دیگه صحنه‌شو در آوردین، یعنی دختره میاد به من میگه آقا دوست پسرم مصرف میکنه، چیکار کنم دکتر سنا، مثلا کمک کن فلان از این جور چیزا. بعد ما مثلا براش، البته این مال زمان قدیمه، الان که دایرکت ها مثل بمب ترکیده، بعد اکثر سوالا یه چیزه، مثلا تو دایرکت میای میگی من میخوام متادون رو ترک کنم چیکار کنم. خب رفیق، از این جور دایرکت ها من شاید 20 تا 30 تا دارم. خب بعد من بخوام به این 20 تا یه جواب مشترک رو بدم نمیشه، متوجهی؟ اومدم دوره ضبط کردم مگه تو دوره ها شرکت کنی، دوره ترک متادون، ولی خب من بخوام به 20 تا یه جواب مشترک رو بدم، بعد من نمیتونم. تو میخوای یه عشق تو ترک کنی، من بیام مثلا تو دوتا وایس به تو بگم چجوری عشق تو ترک کنی؟ نمیشه عزیز دلم. تو میخوای عشق تو ترک کنی، بعد توقع داری من توی دایرکت تو دوتا پیام بیام به تو یاد بدم چجوری؟ بعد هزاران کلیپ در موردش ساختم. حالا این مال بگذاریم، زمان قدیم که مثلا یکم این دایرکت ها کمتر بود، فرصت بود برای جواب دادن، مثلا دختره میومد میگفت میخوام دوست پسرم ترک کنه چیکار کنم، گل میکشه حالا هرچی، و ما راهنماییامون رو میدادیم. تهش چی میشد؟ همین یک گیر میشد میخورد تو پیشونی خودمون. سلاتین، دوست پسرش بعد یه ماه دو ماه یه دفعه به من پیام میداد، مادر تو چرا با دوست دختر من چت کردی؟ من تو رو ببینم پارت میکنم، یکی باید خودتو درست کنه. ای بابا خواهر و مادر، اگه من بابا هدف کمک کردم بوده رفیق، اینقدر بعضیا دیگه بابا اینقدر رو متا نرو پسر. مثلا من چیکار کنم؟ من مخ زید تو رو زدم والله. حالا بگذریم دیگه، الان تصمیم گرفتم هر کی بهم پیام میده که آقا میخوام یه کاری کنم فلانی ترک کنه، بهش میگم به خودش بگو پیام بده. ولی میخوام یه تجربه شخصی، یعنی این کلیپی که سلاتین میخوام براتون بسازم اینجوری نیست بگی علمی و اینا، نه، تجربه شخصی منه و فکر میکنم شما هم باش موافق باشین، چون اکثر ما معتادیم. اگرم الان ترک کردیم معتاد بودیم. تجربه مشترک اکثر ما اینه که وقتی سیگار میکشیدیم و یکی ما میگفت سیگار نکش، جز این که میریدیم روش، اون حرف اون طرف به ما استرس وارد میکرد و استرس میل به سیگار کشیدن ما رو بالا میبرد. خیلی جالبه. یکی از علتهایی که ما گل میکشیم، افیون میزنیم، شیشه میکشیم، هرچی،
یکی از علتاش استرسه، یعنی استرس گرایش بیشتری میده که بریم مصرفمون رو انجام بدیم، متوجه؟ یعنی وقتی آرامشیم هم بهمون حال میده، وقتی استرس داریم هم حال میده. حالا یکی فرض کن میاد به ما میگه که ما داریم گل میکشیم، یکی میاد به ما از عوارض گل میگه گلو بذار کنار، گلو ترک کن، اتفاقی که میفته چیه؟ حرفای اون آدم به ما استرس وارد میکنه و این استرس باعث میشه ما بریم گل بیشتری بزنیم. یعنی طرف به قصد خیرخواهی میاد جلو، تو رفیق به قصد خیرخواهی میری دختر چنل من که میگه آقا داداشمو میخوام ترک بدم، تو به قصد خیرخواهی میری به داداشت میگی داداش نزن دیگه، داداش ترک کن، ولی اتفاقی که میفته یک، تو داری به صورت غیر مستقیم باعث میشی که برادر تو میل به کشیدنش بالا بره. چرا؟ چون داری با حرف زدن در خصوص این مسئله استرس اون آدم رو بالاتر میبری. اوکی سلطان، این از این. دو، طرف میاد به من میگه آقا پسر من معتاد هروئینه، من میخوام ترکش بدم و این پسر من داره به من لطمه میزنه، این اعتیادش داره منو اذیت میکنه، داره اعصاب منو خورد میکنه، متوجهی؟ مامانه میاد اینو میگه. نکته ای که وجود داره بچه ها اینه که این فرض کن هروئین باشه، همون جور که من به این ماده اعتیاد دارم و میدونم این ماده داره به من صدمه میزنه ولی همچنان دوست دارم تو مشتم بگیرمش، مادر من به من اعتیاد داره و با اینکه من دارم با اعتیاد خودم به مادرم صدمه میزنم، مادر من دوست داره منو تو مشتش نگه داره. خیلی جالبه، نگاه کن، تو دوست داری پسرت ترک کنه مادر من، در حالی که نمیدونی همونقدر که تو دوست داری پسرت ترک کنه، همونقدر که تو به پسرت اعتیاد داری و نمیتونی پسرتو، مثلا من میام به مامانه میگم پسرتو بذار کنار اگه پسرت هی رو مخت با اعتیادش، میگه نمیتونم پسرمه، و همین جمله کافیه برای اینکه تو درک کنی که چرا پسرت اعتیادش رو کنار نمیذاره. تو نمیتونی باعث بشی که اعتیادش رو کنار بذاره عزیز من، چون اعتیاد یعنی عشق، همون جور که تو عاشق اون آدمی هستی که دوست داری کاری کنی اون اعتیادش رو کنار بذاره، اون آدم عاشق دراگیه که داره میزنه و تو نمیتونی رفیقت رو کنار بذاری، رفیقت هم نمیتونه اعتیادش رو کنار بذاره، پس به رفیقت حق بده، باید رفیقت رو خودش بخواد تا ترک کنه، تا موقعی که خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی. و میدونی خودش میخواد، تو مثلا بری بهش بگی بیا ترک کنی میگه میخوام ولی نمیتونم، این یعنی نمیخواد. میخوام برای اعتیاد یعنی چی؟ یعنی من حاضرم زندگیمو بدم ولی ترک کنم، چون اعتیاد یعنی عشق. میخوام کافی کفایت نمیکنه که تو بگی میخوام ولی. میخوام یعنی چی؟ یعنی آقا من هر چی شده زندگیمو میدم، پولمو میدم، داراییمو میدم، وقتمو میدم، سرمایه‌مو میدم، روز و زندگی و روزگارمو میدم، تا ترک نکنم سر جام نمیشینم. این یعنی میخوام، این یعنی. چون تو باید اعتیادو درک کنی، اعتیاد یعنی عشق، تو نمیتونی کسی که خودش نمیخوادو ترک بدی، جز این که با گیر دادنات باعث میشی میل به اعتیاد اون آدم بره بالا، و دو، جز این که اعصاب خودتو خورد میکنی، چون تو هم باید قبول کنی که خودتو در واقع معتاد اون آدم هستی. چرا؟ چون اون آدم داره به تو صدمه میزنه ولی تو نمیتونی ولش کنی، پس چه جوری ازش توقع داری اعتیادی که داره بهش صدمه میزنه رو ولش کنه؟ میدونی چی میگم؟ باید درک کنی، خیلی مهمه که درک کنی طرف مقابل تو. سلطان عشق من، تو نمیتونی یکی رو ترک بدی. من راستشو بخوای میدونم خیلی سخته، اما توصیه‌ای که دارم برای کسی که میخواد یکی رو ترک بده اینه که بهش کاری نداشته باشه، چون به محض اینکه بهش کاری داشته باشه باعث میشه که به طرف استرس وارد بشه و خود این استرسه، این درگیری فکریه برای طرف مقابل باعث میشه که میل به میل به اعتیاد اون آدم بره بالا. پس یک، اگه میخوای یکی رو ترک بدی بهش هیچ کاری نداشته باش، خواست بزنه بزنه، خواست نزنه نزنه، نه اینکه بهش فریک بدی، مثلا از خونه میخواد بره بیرون بعد دیر میاد خونه بهش بگی باز دوباره همون جا بودی، فازایی که به ما میدادن، فازایی که بابای من به من میداد، باز که چشات قرمزه، یا نه باز چشات قرمزه خوبه، مثلا
سر سفره نشستی غذا. اوه اشتهاتم خوب بازه امشب. بابا این چه حرفایی میزن، این چه تیکایی میندازی؟ یا مثلا آقا چه میدونم، به حساب خودت برای اینکه طرف ترک کنه، تو فکر کردی با این حرفا طرف ترک میکنه؟ با این حرفا فقط باعث میشه طرف بیشتر بزنه، چون استرس باعث مهار پرفرونتال کورتکس میشه. پرفرونتال کورتکس جاییه که تصمیمات عاقلانه فرد اونجا گرفته میشه. آینده نگری فرد به پرفرونتال کورتکسش بستگی داره. استرس اینجا رو مهار میکنه و وقتی اینجا مهار بشه تصمیمات عاقلانه کمتر گرفته میشه و بدن و آدم یه چیزی میشه دوپامین محور، آدم یه چیزی میشه لذت گرا و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و هی میزنه. پس یک بهش گیر نده، حتی کاری نکن که طرف اگه میخوای به یکی که ترک کنه انرژی بدی، حتی کوچیکترین چیزی که ممکنه طرف روش فریک بزنه رو نگو. یعنی آقا تو برای خودت به حساب خودت قصد نداری که طرف از بیرون، مثلا طرف پسرت، داداشت، دوستت از بیرون اومده، تو حتی میخوای بهش بگی خوش گذشت. اگه فکر میکنی این خوش گذشته باعث بشه که طرف به منظور اینو ورداره که آره مثلا این فکر کرده من اونجای دراگی زدم، میگه خوش گذشت، حتی اینم نگو. نکته دوم، بیخیالش رو، میدونم دوستش داری ولی تو خودت معتاد اون آدمی، بیخیالش رو، میخواد بزنه بزنه، میدونم سخته، واقعا میدونم سخته، ولی چاره ای نیست، چاره ای نیست. تو وقتی میتونی کمک کنی فلانی اعتیادش رو کنار بذاره که تو خودت اعتیادت رو کنار بذاری. وقتی تو خودت نمیتونی پسر خودت رو ترک کنی که عشقته، چجوری توقع داری پسر دراگش رو ترک کنه که بی نهایت عشقشه؟ دوست دارم درک کنین خانواده ها، عزیزای من، عشقای من، دراگ عشقه. طرف بدون اون نمیتونه زندگی کنه. طرف با من رفتم کمپ اجباری دارم کار میکنم، طرف رگ نداره از بس تزریق کرده، طرف خدا شاهده رگ نداره، داره تو کیسه بیزش تزریق میکنه، میفهمی؟ میارنش تو کمپ اجباری، هیچی نداره. میگم دفعه چندم تو اومدی؟ میگه دفعه چهارم. میگم آخه خل تو چجوری میری بیرون دوباره میزنی وقتی هیچی نداری، وقتی رگ نداری؟ میگه نمیتونم. بابا تو نگاه کن، اینقدر این عشق طرف، خانوادهش، پولش، اعتبارش، سرمایهش، زنش، زندگیش، رگش، جسمش، فیزیکش، روحش، همه چی امیده تا این لعنتی رو تو دستاش نگه داره و تو توقع داری بتونی ترکش بدی؟ تو توقع داری کسی که گل میکشه رو بتونی ترک بدی؟ تو فکری خیلی گنگت بالاست، ول کن بابا، ولکن. تو عمرن اونقدر گنده نشدی. من که منم اونقدر گنده نشدم بتونم یکی رو ترک بدم، خدا شاهده اونقدر گنده نشدم. مگه طرف خودش بخواد؟ یعنی یکی میاد به تو، من خدا شاهده بچه‌ها این ویدیوها رو دارم میسازم، 10,000 نفر هستیم و میشیم ایشالله تا یه 10-20 روز دیگه، این 10,000 نفر دارم میبینن، 100 نفر میان میگن آقا من با ویدیوهای تو ترک کردم، 109,000 نفر دیگه هم میان میگن شر نگو. بحث میدونی چیه؟ بحث اینه اون 100 نفر رغبتشون برای تغییر بالا بوده، 10 از 10 بوده. تو اگه رغبتت برای تغییر بالا باشه، اصلا مهم نیست که چی میخوای بشنوی برای ترک کردن، ترک میکنی. برای همین دوستای من، عشقای من، کسایی که دوست دارین، یکی از کسایی که عاشقشین رو ترک بدین، من میخوام فقط بهتون برای این کار یه جواب بدم، ولش کن. تو نمیتونی، تو تهش اینه که باعث میشی طرف بیشتر بزنه، حتی بیخیالش رو، تو خودت معتاد اون آدمی. با آرزوی زندگی بدور از وابستگی، خاک پاتون سرمه چشمای من، تا دیداری دیگر، بدرو. Shots go chasing, we cranking up the basement. Hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Mosh pit popping out, probably pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably check your optical smosh. Motherfucker, know they shit ain't optional. Someone better end up.